بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشنده و مهربان. شاگرد عزیز دوست داشتنی، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. یاسمین اسمتی هستم. مضمون دریتان است. صنف دوم تدریس میکنم براتان و سلسله درس گذشته امروز نیز به شما یک درس جدید آورده. خدا کنه از این درس فایده مزید ببرین و درس گذشته تان نیز تکرار کرده باشین. قبل از اینکه به درس جدید خود بپردازیم، یک بار درس گذشته را براتون تکرار میکنم تا که هم به شما مرور شوه و هم بدانید که درس ما در کجا بود. درس گذشته ما بود حضرت محمد صلی الله علیه و سلم. ما شما خوانده بودیم، اما ما یک بار براتون تکرارش میکنم. و در مدینه منوره زندگی میکرد. و در مدینه منوره زندگی میکرد. با مردم رویه نیک داشت. با مردم رویه نیک داشت. به اطفال شفقت می نمود و می فرمود شاگرد عزیز، شما دو لغات در دست گذشته یاد گرفتین که یکیش بود شفقت به معنای مهربانی و دومش هم رویه به معنای روش. این درس گذشته تان بود. من مطمئن هستم که درس شما خوانده و نوشته کرده و لغاتش نیز در جملات مناسب استعمال کردیم. قبل از اینکه به درس جدید بپردازیم، مثل روند درس گذشته اول بعضی کلمه را تجزیه میکنیم تا که بفهمیم کلمه ها از کدام حرف ها تشکیل شده. کلمه اول ما که از شفقت است. شفقت. خب ش صدای شین است. بله، اول حرف شین به کار رفته. شین ف قاف ت شفقت. شین ف قاف ت شفقت. شین ف قاف ت شفقت. دوستان نازم، بیایید که ببینیم ای از چند حرف پوره و چند حرف نیمه تشکیل شده. شما در درس‌های گذشته و در صنف اول خواندیم که بعضی از حرف‌ها هست که نیمه میشن و بعضی حرف‌ها هست که نیم نمیشن. پس در کلمه شفقت، شین ف قاف ت، آیا کدام حرف نیمه یا پوره به کار رفته را متوجه میشیم؟ خب شین، شین ببینید، شین پوره است، اما در شفقت شین نیمه آورده. شفقت چون کلمه است، پس شین هم شکل کامل داره و هم شکل نیمه. همچنان ف، شفقت بعد از شین حرف ف آمده. ف پوره اما ف نیمه. قاف، قاف پوره، قاف نیمه. ت، ت پوره. چرا ت را در اینجا پوره داده؟ به خاطر که در آخر کلمه آمده. وقتی که در آخر کلمه بیاید و حرف ما نیمه هم شود، اما ما پوره می نویسیمش. شفقت، شفقت. کلمه دوم ما شما است بزرگان، بزرگان. کلمه بزرگان نیز از حرف های تشکیل شده، مثل ب، ز، ر، گاف، الف، نون. بزرگان، ب، ز، ر، گاف، الف، نون، بزرگان. خب بازم میبینیم که آیا حرف پوره و نیمه جا به کار رفته یا نه. بله، ب، بی پوره، اما در اول کلمه که آمده بی نیمه است. ز، ز پوره و ز پوره. پس ز یکی از او حرف های است که هرگز نیمه نوشته نمیشه. بعد از او کلمه، در کلمه بزرگان حرف ر است که ر مثل ز یکی از کلمه های است که نیمه نوشته نمیشه. بعد از ر گاف است. گاف، گاف پوره، اما اینجا ببینید گاف نیمه. بزرگ گا، ما شما میفهمیم که آ صدای الف میده، پس الف است. الف ببینید اینجا و در بزرگان هر دوش به یک شکل به کار رفته، پس الف نیز یکی از او حرفای است که نیمه به کار نمیره. بزرگان، نون، نون پوره، نون پوره مثل ت، گرچه حالت نیمه داره اما وقتی که داره آخر کلمه میه ما باید تو را پوره بنویسیم. بعد از اون است احترام، احترام. الف، ه، ت، ر، الف، میم. احترام، الف، ه، حلوا، ت، ر، الف، میم. احترام،
خب دوستکای نازم، اولین حرفش چی است؟ الف است. الف بازم مثل که قبلا براتون گفتم یکی از حرفای است که به شکل نیمه نوشته نمیشه، یعنی اگه اینو ما به شکل نیمه نوشته کنیم اصلا کس نمیفهمه که چی نوشته کنیم. ه ه پورا، ه نیمه، ه پورا، ت ت پورا، ت نیمه، ت پورا و ت نیمه، ر ر. میبینیم شاگرد های عزیز که ر در هر دو شکل یک قسم نوشته شد، چون که هر دوش چی است؟ پوره است. بله، به خاطر که ر یکی از حرفایی است که به شکل نیمه نوشته نمیشه. شما دستم فعال تمام حرفا را میفهمید که کدام حرف پوره نوشته میشه و کدام حرف نیمه. بعد از او الف، الف هم یکی از حرفایی است که به شکل پوره نوشته میشه. میم، میم پوره، مثل که در کلمه شفقت و بزرگان گفتم در احترام نیز میم چون در آخر آمده پوره نوشته شده، اما اگر در اول یا وسط کلمه بیاییم میتونیم به شکل نیمه نوشتش کنیم. اطفال، اطفال، الف، توی، ف، الف، نون، اطفال، الف، توی، ف، الف، نون، اطفال. مثل که در کلمه پیشتر دیدیم اول از یام الف است، پس الف یکی از حروفی است که به شکل نیمه نوشته نمیشه. توی، توی، توی نیمه، توی پورا، ف، ف پورا، ف نیمه، فال. بازم میبینی صدای آ است که الف است و ای به شکل نیمه نوشته نمیشه. بعد از او هم لام است. کلمه در کلمه اطفال آخر لام آمده، مثل شفقت و بزرگان و احترام. اطفال نیز آخرش لام است که به شکل پوره نشده شده، اما شکل نیمه را نیز داره. دوستان نازم متوجه باشین که بعض از اطفال ما بعد از ف یعنی الف که میه ای را خیلی لام میکنه، اما این لام نیست، چیز الف است و هم الف کامل، چون ما حرف الف نیمه نداریم. خب شفقت در درس گذشته خوانده بودن شما شفقت چی بارا داشت؟ شفقت، مهربانی، بزرگان، احترام، اطفال. شفقت، بزرگان، احترام، اطفال. خب دوستان نازم، میایم در قسمت آخر درس ما و ایده برتان من میخوانم. امید دارم که شما نیز از پشت من تکرار کنید و بعد از او چندین بار با خود بخوانید. محمد صلی الله علیه و سلم کسی که به اطفال شفقت و به بزرگان و به بزرگان احترام نمی کند، نمی کند، از جمله ما نیست، از جمله ما نیست. ما پیامبر خود را دوست داریم، ما پیامبر خود را دوست داریم. خب قبل از اینکه من باز درس به شما بخوانم، اول لغات مشکلش به شما می خوانم و اگر بدون از این لغات شما در کدام لغات دیگه مشکل داشته باشید، می تانید در آخر ویدیو با ما کامنت کنیم. بزرگان کلانها، بزرگان کلانها، مثلا که مثلا پدر کلان ما، مادر کلان ما، مادر جان و پدر جان ما و یا برادر و خواهر که از ما که بزرگ باشه، کلانها، بزرگان کلانها. ما این را تجزیه نیست کرده بودیم، بزرگان کلانها، بزرگان کلانها، نازل فرو فرستاده شده، نازل فرو فرستاده شده. خب محمد صلی الله علیه و سلم کسی که به اطفال شفقت، شفقت و به بزرگان و به بزرگان احترام نمی کند، نمی کند، از جمله ما نیست، از جمله ما نیست. شاگرد عزیز، مثل که مدینه منوره درس قبلی تان آمده، اینجا نیست جمله آمده که همین چی است؟ صدای ای است که ما ذکر میکنیم، مثل بچه خوب و یا شاگرد لایق. از جمله ما نیست. ما پیامبر خود را دوست داریم، ما پیامبر خود را دوست داریم. خب دوستان عزیز، بیایی که مثل که ادا حروف را تجزیه کرده بودیم، اینجا نیز ببینیم که کدام حرف ها به شکل کامل و کدام حرف ها به شکل نیمه و کار رفته. اول شما باید بفهمید که کدام حرف ها هرگز به شکل نیمه نوشته نمیشه و شما ایده دستم فعال فهمیدید. پس بیایی اینجا نشانه کنیم که او کدام حرف هست. در کلمه محمد
چی است؟ دال است. بله دال، کلمه محمد دال آخرش چی است؟ یکی از حرفایی است که به شکل نیمه پوره نیمه نداره، همیشه پوره داشته میشه. کسی که به، کسی که به اطفال شفقت. خب کسی کاف نیمه است، سین نیمه است، یا اینجا پوره نشده شده، اما ما حرفای کار داریم که همیشه پوره نشده شده، اینجا یا چون داخل آمده پوره نشده شده. کسی که به، به اطفال، در کلمه اطفال الف یکی از حرفای است که هرگز نیمه نشده نمیشه، بعد از اون الف دیگه اطفال، اطفال شفقت، شفقت هیچ حرف نیست، و و اینجا کاملا مستقل به کار رفته. به، به در کلمه بزرگان، بزرگان بی بزرگان چی است؟ یکی زی است، یکی ری است، بزرگان و الف سه حرفی است که همیشه به شکل کامل نشته میشه. در کلمه احترام، احترام الف است، ری است، الف است، احترام، احترام. در کلمه نمی کند، نمی کند فقط چی است؟ دال است که همیشه به شکل کامل نشته میشه. از جمله، از جمله الف و زی است و در جمله هیچ کدام نیست. ما، ما، ما الف نیست، نیست هیچ کدامش نیست. ما، ما بازم الف. بله آفرین. پیامبر در کلمه پیامبر الف است، پیام الف، در پیامبر و ری، پیامبر دو حرفی که همیشه مستقل نشته میشه، یکی الف است، یکی ری است. خود، خود، خود واو دال است. خود را، را، ری و الف است. دوست، دوست دال و واو، دال و واو کلمه حرفایی است که همیشه به شکل کامل نشته میشه. داریم، داریم، داریم دال الف ری، داری، دال الف ری یکی از حرفای است که همیشه به شکل کامل نشته میشه. خب شاگرد عزیز، من یک بار دیگه به شما میخوانم، متوجه باشین. محمد صلی الله علیه و سلم کسی که به اطفال شفقت و به بزرگان احترام نمی کند از جمله ما نیست. ما پیامبر خود را دوست داریم. بزرگان کلانها، بزرگان کلانها نازل فرو فرستاده شده. خب شاگرد عزیز، خدا کنه از درس امروز استفاده مزید کرده باشین و یادتان نره که لغاتایی را که امروز خواندین حتما در جملات مناسب استعمال کنین تا که از درسایتان پس نمانین و درسکایتان را منظم تکرار کنین. خدا حافظتان.